برخی مقامات محلی تعداد روستاهای گرفتار سیلاب رو بیش از تعدادی دونستن که رسانه‌ها به صورت رسمی اعلام کردند. به نظر شما دلیلش چی؟ ببینید این تناقض‌گویی در خبر، تناقض‌گویی در نحوه ارائه اطلاعات به مردم هم یک امر متاسفانه نهادینه شده در جمهوری اسلامی هست. چه بخواهی در پایتخت کشور باشه، چه در مناطق دورافتاده سیلزده مثل سیستان و بلوچستان. به همین دلیل از همون روز اول هم متاسفانه جمهوری اسلامی این اطلاع رسانی را، چون به هر حال پیشگیری یا حداقل کردن خسارت های سیل میتونست انجام بشه، ولی جمهوری اسلامی این کار رو نکرد. حالا در رابطه من میتونم در رابطه با پیشگیری هایی مثل مثلا تخلیه آب سدهایی که تقریبا پر بودن قبل از این که این بارش بیاد، یا مثلا امکاناتی رو که باید برای آماده کردن مردم یا تخلیه روستاها، ولی هیچ کدوم از این کارا رو نکردن. در نتیجه اینها به نوعی غافلگیر شدن، چون ارجحیت جمهوری اسلامی و مأمورین جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان در جای دیگری بود، نه در خدمت رسانی به مردم سیل زده. بحث امداد رسانی رو کردین، ارزیابیتون از نحوه امداد رسانی به مناطق سیل زده چیست؟ با توجه به اینکه تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر میشه نشون میده که برخی مناطق به دلیل طغیان رودخانه‌ها امکان امداد رسانی به صورت عادی و طبیعی وجود نداره و باید با بالگرد صورت بگیره و این اقدام هنوز صورت نگرفته. این اونچه که مقامات جمهوری اسلامی گفتن، دو بالگرد در کل اون منطقه، یعنی منطقه بسیار وسیع حداقل جنوب استان سیستان و بلوچستان وجود داره که اینها کفایت نمیکنه. بیشتر خدمت رسانی یا کمک رسانی از طرف خود مردم شده. یعنی حتی من همین امروز صبح که خبرگزاری مهر رو نگاه میکردم، یک انتقادات خیلی تندی در خبرگزاری مهر بر علیه مسئولین حکومتی در استان سیستان و بلوچستان مطرح شده که اصلا مسئولین به داد مردم نمیرسن. ببینید سه مسئله هست. اول اینکه این پیشبینی رو هواشناسی کرده بود چند روز قبل از این فاجعه و در همون زمان باید اینا حداقل سه اقدامات رو انجام میدادن که ندادن. یکی اینه که آب سدهایی رو که تقریبا پر بودن همون موقع باید رها میکردن، که رها نکردن. موقعی که سیل اومد، آب از همه جا اومد، بعد اون سدها رو رها کردن که آب وسیع سدها هم مزید بر علت شد و در منطقه مثل دشتیاری یا حتی در منطقه مثل نیکشهر که سد خیرآباد در اونجا وجود داره این مشکل وجود اومد. قبل از اون باید برخی از این روستاها رو تخلیه میکردن و امکانات پزشکی، امکانات خدمات رسانی مثل پوشاک و اینا هم باید آماده میکردن که اصلا هیچ کدوم از اینا آماده نشده. و جمهوری یک مشکل دیگری هم که هست، من مثلا به عنوان مثال میبینم که وقتی ده ها هزار زائر پاکستانی یا افغانی وارد استان سیستان و بلوچستان میشن برای مراسم اربعین، سپاه پاسداران و بسیج تمامی نیروهای خودشون رو بسیج میکنن که به اینها خدمت رسانی بکنن. و شما میبینید که در استان سیستان و بلوچستان سپاه و بسیج بسیار قوی هستند، اما در این سیل اصلا خبری از سپاه نیست، خبری از بسیج نیست، خبری از نیرو دریایی که در سواحل استان سیستان و بلوچستان اصلا خبری نیست که اونها بیان به کمک مردم بشه تبد. و این نشون میده که فقط مردم در اونجا تنها هستن که باید به خودشون کمک کنن. به همین دلیل بیشتر کمک ها از طریق مردم کنارک و چابهار که این قایقای ماهیگیری رو به مناطقی مثل زرابا دشتیاری بردن و در آن مردم خدمت رسانی میکنن و رژیم هنوز غایبه اونجا متاسفانه.